درست کنم. باربکو ها یک غذای مکزیکیه، یعنی تاکو باربکو ها. اون خیلی ارزونه، با تقریبا 10 دلار میتونید 10 نفر رو تاکو بدید، 30 تاکو تاکو. باربکوهایی که ما گرفتیم تقریبا 6 دلار و 87 سنت، تقریبا 2 پوند و نیمه، یعنی 2 پوند و نیمه 1 کیلو از 1 کیلو بیشتر. این گوشت صورت گاوه، یعنی گوشت صورت گاوه تو خود مکزیک معمولا از گود بوز و گوسفند استفاده میکنن و خود صورت گاو، اما اونا روششون یکم فرق میکنه. به خاطر تجهیزاتش دارن، در زیر زمین درست میکنن، توی زمین زمینو میکنن، آتیش میریزن و اینو داخل قابلمه و اینو میذارن و بعد میپزن. خب خیلی لذیذتر. اما اینجا ما تقریبا همون روش من میتونم درست کنم. فکر میکنم تا حالا کسی باربکوها از ایرانی ها خیلی کم بچه ایرانی خورده باشن. تقریبا مثل همون درست کردنش، مثل همون کله پاچه است و مواد زیادی نیاز نداره. یه دونه بسته باربکو از اچ‌ای‌وی می‌خرید، یه دونه پیاز نیاز دارید، یه هالپینیو اگر دوست داشتید، فلفل تند میتونید داشته باشید، اگر هم نپاسیده میشه یک حبه سیر میندازید قارچ میکنید. بهتون میگم چجوریه. برگ بو یا همون یه برگ بو دیگه نمیدونم چیه اسمش، ولی همون برگ بو مو یا هر چی که حسابشون میکنید همون هستش. اونم یه دو تا دونه برگشو میندازید و فلفل، نمک، یادتون باشه نمک حتما نمک دریایی استفاده کنید، بخاطر اینکه گوشتتون رو سفت میکنه. بس نمک دریایی و فلفل. فعلا تا اینجا تو براتون خوب کنم. دو تا دونه سیر تازه، یه دونه یا دو تا، حالا هر چرا من دوست داشتم الان دو تا بندازم، خوشم اومده، زورم رسیده دو تا بندازم، بیشترم نمیخوام بندازم، کمترم نمیخوام بندازم. پوست میکنی دو تا سیر تازه توپل، یعنی یه ذره توپل باشه در این حد، میگم این بستگی به خودتون داره، هر چقدر میخواید بیشتر باشه کوچیکتر باشه اصلا فرق نمیکنه. پوستش میتونی بکنی میتونم نکنی. دو تا قارچ میکنی، همون شد این سیرمون. پوستش هم میگم چون آبش ما استفاده نمی کنیم، میتونی بکنی میتونی نکنی. یه دونه تقریبا پیاز متوسط، لایه بیشو میکنی، به چهار قسمت مساوی یا غیر مساوی میذاری. اما اینجا هالپینیو، هالپینیو حواستون باشه، هالپینیو خیلی تنده. روش این که تخمش هم در بیاریم، اول اینجوری میکنی، این داخل تخمش ریخته میشه، بعد به این حالت، بعد از وسط نصف میکنی، خیلی تنده، حواستون بازم باشه. من بارها و بارها دارم گفتم و میگم حواستون این هالپینیو باشه، حتی بادش میگم بادش میگم حتی توی هوا هم که گازش حالا نمیم مزدش یا هر چیزی که هستش به بیشه خیلی تنده اذیت میکنه. دستتون هم دستکش کنید مثل من نباشید. من البته سریع دستم میشورم، اگر به چشتون بخوره بد میسوزونه. نگید نگفتی، ما گفتیم. خب دو تا دونه هالپینیو، نمک و فلفل. خب گوشت باربکوهامونو میشوریم توی قابلمه، قابلمه ای که تقریبا نصف آبه، یعنی بخواد تمام سطحشو بگیره. اینو میندازید، چهار تا دونه، یعنی یه دونه پیاز که چهار قسمت کردی میندازی، دو تا دونه سیرتو میندازی، برگ موم، برگ بو یا هر چیزی که بهش میگن، اگه من اشتباه تلفظ نکنم، دو تا سه تا برگ میندازی، نمک رو میپاچونی، نمک دریایی استفاده کنی چون گوشتون صفر بشه،
بکنیم حلپین میندازی اما فلفل سیاه میندازی نه بیشتر درشو میذاری میری میگیری میخوابی تا 4-5 ساعت دیگه بهتون میگم که چجوری پخته. باربکو گوشش حاضره، یه مقدار با کره تفتش میدم آماده میشه دیگه برای خوردن. همونجور که میبینید یه ذره با کره تفتش میدم، یه کم هم فلفل سیاه و نمک میزنم برای اینکه طعمش بهتر و بهتر بشه. حالا در نهایت وقتی که تموم شد خودتون میبینید که چقدر غذای خوشمزه‌ای. من فکر نمی‌کنم کسی در ایران تا حالا با گوشت صورت یا همون بناگوشت حالا تاکو درست کرده باشه، یه غذایی مثل این درست کرده باشه. این خیلی خوشمزه میشه، خیلی ارزونه، کلهم $10 هم شما هزینه نخواهید کرد برای این غذا، ولی یک تاکو بسیار خوب برای 5 نفر قشنگ میتونن توپور تاکو بخورن. حالا من این یه دستی دارم این برده میکنم و این بچه هم آویزون منه. من چی میتونم؟ اینم گوشنشه، او خورده بهش گوشنشه. اینو من درست میکنم، در نهایت آخرش رو بهتون نشون میدم که چجور. خیلی ساده 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 ساده. گوشت رو سعی کن پر پر کن یا لف کن، هرچی پر پر تر بشه بهتر و بهتر و بهتر بشه. اگر سس تند داشته باشید روش لیمو میزنید و سس تند اگر تا حالا درست نکردی یا نخورید بارباکوه مکسیکی دفنتی چیز خیلی غذای خیلی خوبی از دست دارید. پیشنهاد میکنم حتما بخورید، حتما اینو درست کنید، خیلی لذیذه. اصلا هیچ کاری هم نره، یعنی همون چیزی که به شما یاد دادم، پیاز و سیر، هالپینیو، برگ بو بندازید داخلش بپزه 4-5 ساعت بپزه، بعد که پخت دیگه همه تون دیگه پختنشو میدونید دیگه، یه چیزی مثلا خاصی نره بگم وسطش باید کاری کنید، این کارو کنید، اون کارو کنید، نه بعد از اینکه پخت اینجوری چربیاشو سوا کنید چون خیلی چربی داره اگر از اچی میخواید، بعد با یه ذره کره، یه ذره که مثلا یک سومه به اندازه 2 قاشق توپر یا 3 قاشق توپر درست کنید بخورید. در عظیم خدمتتون عرض کنم که من آشپز نیستم، اما دوست دارم که غذاهای خیلی اونایی که تا حالا نخوردم و امتحان کنم ببینم چجوریه خوشمزه، بعد دوست دارم به اشتراک بذارم با همه، تقسیم کنم غذاهایی که میخورم و خیلی آسونه، یعنی میتونیم درست کنیم برای یک بارم که شده امتحان کنیم. یعنی الان تقریبا دیگه حاضره، میریم دیگه برای لقمه کردنش هم بهتون یاد بدم با چی میخوریم. اینم از بارباکوها، بزنید و حالشو ببرید با پیاز و جعفری و گوجه، سماق حتما قاطی کنید، لیمو بزنید، نمک و پیاز.